تو فصل توت فرنگی حیفه که مربای توت فرنگی درست نکنیم. امروز یه مربای توت فرنگی مامان پز داریم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. میخوایم مربای توت فرنگی خوشمزه درست کنیم با ذکر چند تا نکته ریز مربا پز. توت فرنگیامون رو توت فرنگی های بوته انتخاب میکنیم. اونها رو خوب میشوریم، سر سبزش رو ازش جدا میکنیم. اگر توت فرنگیامون ریز بود نیازی به نصف کردن نداره، ولی اگر توت فرنگی ها درشت بود یا اگر خودتون دلتون خواست میتونین مثل من اونها رو از وسط دونیم کنین. سعی کنین توت فرنگی های بوته استفاده بکنین که هم خوشمزه تره هم رنگ خوشگل تری داره. به مقدار توت فرنگی هر چقدر بود همونقدر شکر روش میریزیم و 24 ساعت داخل یخچال میذاریمش تا شکر کاملا به خورد توت فرنگی ها بره و آب بندازه. توت فرنگی ها رو با آب شهدشون داخل قابلمه میریزیم تا آماده پختن بشه. دیگه نیازی نیست اصلا بهش آبی اضافه بکنی. اول پخت شعله رو بالا میزنیم تا مربامون به جوش بیاد. بعد که اولین قل رو زد شعله رو متوسط رو به پایین میکنیم تا آروم آروم توت فرنگی هامون بپزن. شعله زیاد باعث شکرک زدن مرباتون میشه و شعله پایین هم باعث میشه مربا دیرتر آماده بشه و بنابراین توت فرنگی ها له میشن و اون حالت خوشگلشون رو از دست میدن. برای اینکه یه مربای خوشگل شفاف داشته باشیم، هر وقت که دیدیم کف روی مربامون جمع شد اون رو با یه قاشق جمعش میکنیم. مقداری از آب مربا رو داخل دوتا انگشتتون بگیرین. یه مقدار ریزی باید کش بیاد. زیاد لازم نیست که آبش قوام بیاد، چون وقتی که سرد میشه مربا سفت‌تر هم میشه. وقتی هم شعله رو خاموش کردیم یه مقداری آروم آروم مربا رو به هم میزنیم تا بخار رو ازش خارج بشه تا بعداً آب نندازه. اگر مقدار بیشتری مربا درست کردین میتونین نوک قاشق جوهر لیمو بهش اضافه بکنین تا مانع شکرک زدنش بشه. اما اگر مثل من کم درست کردین لازم نیست دیگه اون رو بهش اضافه بکنین. مرسی که همراه من بودین. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو و آموزش خوشتون اومد لطفاً اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره. بازم به کانال من سر بزنین.